بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه رئیس پارلمان افغانستان با کسرفا جناب محترم سفیر صاحب کارمندان سفارت آقایان و خانمهای گرانقدر، اجازه بدین که در ابتدا تشکری کنم از سفارت افغانستان بخصوص از جناب محترم سفیر صاحب و اعضای تیمشان که در این مدت 6 روزی که ما در هندوستان بودیم واقعا باعث خوشی ما بود. هرچند که جناب محترم رئیس صاحب صحبت داشتن و کسای که صحبت داشتن چیزی برای گفتن برای من نماندن، اما باز هم مخواستم که یک دیدگاهی زنانه را دیگه داخل کنم، چرا که امروز نام خدا در افغانستان وقتی که ما دموکراسی داریم زن و مرد افغان یک جا دوش به دوش هم استفاده شدن و برای آبادی کشور خود خدمت میکنن. پس بجاست که باید بگویم که واقعا در سال وقتی که ما اشتراک کردیم با 7 کشور دیگه که نسبت به افغانستان موقفشان بسیار تغییر دارند، کشورهایی که حتی فکر نمیکردن که امروز افغانستان آماده هستن، حتایشان فکر نمیکردن شاید دولتهایشان این موقع میفهمیدن که داخل صلح باشن. واقعا در مدت 4 روزی که ما در صلح بودیم یک موفقیت بزرگی برای افغانستان بود، و این موفقیت تنها از اعضای پارلمان افغانستان نبودن بلکه از سفارت افغانستان در هند بودن. به خاطر از اینکه تیم ما بسیار قوی درخشید، بسیار مسلکی درخشید و کشوری که البته دموکراسی و دولتداری را جدیدا لمس میکنه. البته ما یک کشوری داریم که تاریخ پرفهم در عرصه دولتداری خود در گذشته داشتن، اما متاسفانه از سیل جنگ همه چیز ما نابود کرده که ما باید بازسازی کنیم، هر بخش بازسازی کنیم. پس اینجا بجاست که ما از خدمات محترم سفیر صاحب که از هنگامی که ما داخل هند شدیم شنیدیم یک بار دیگه تقدیر کنم که البته بالخصوص در بخش معسلینی که در جمعی هم بسیار مشکل داشتن وقتی دوباره در کشور سفر میکردن و اینجا میابدن مشکلات اقتصادی در عرصه رحمت خود داشتن که برای اونا تخفیف داده شدن. ما به قسم یک شخصی که نمایندگی از نسل جوان افغانستان میکنم بسیار سپاسگزار هستم در این بخش، و همچنان در بخش کسایی که جمعی آمدن راجستان میکردن که بسیار مشکلات بزرگی داشتن، اما این مشکلات هم بسیار در چند وقت بر مردم ساده سازی شدن و اونا میتونند که کسایی که در اینجا برای همتان معلوم است که متاسفانه بیشتر افغان های ما که در کشور هند میان برای تداوی میرن و تداوی از اونا میتونند که برای یک هفته دو هفته باشن، اما می کمی مشکلات برشان رفع شده و پنج جای قدردانی ما کسایی که هستن که نمایندگان مردم در پارلمان افغانستان هستیم. باید ما این ابراز تشکری را در سفارت افغانستان بخصوص از جناب سفیر سید داشته باشیم. و چیزی که بسیار مهم است که ما در افغانستان باید روی از کار کنیم عبارت از سیستم سازی هست، تشکیلات هست، به خاطر فرد می آید و می رد، اما وقتی سیستم اگر ساخته شد ما واقعا می تانیم که در کشور خود برای مردم خود و بر دولت خود خدمت کرده باشیم. و یه چنین چیزی است که سفیر صاحب در سفارت افغانستان در هند این کار را تعداب شد گذاشتم و ما امیدواری از این داره که تعداب قوی بسیار ماده شده و میتونه که قوی و قوی تر پیش بودم. یک موضوع دیگه ایده که میخواستم یادآور شم، بسیار خوش هستم که در اینجا تعداد کارمندان سفارت را میبینم و یک خانومه که از روز اولی که ما داخل شدیم جای بجا است که از اونام سپاسگزاری کنم، در اینجا بسیار همکاری کردن در رای ما و جای فخر است که ما میتونیم ببینیم خانم های افغانستان که بیرون از مرز افغانستان هم نمایندگی میکنن از افغان ها در کشورهای مختلف. امیدوار هستم که تعداد چهره های خانم ها را در آینده و اینجا بیشتر و بیشتر ببینم. با قسم از اینکه در قانون اساسی افغانستان تسجیل شده که 25% حتما خانم ها داخل پارلمان باشن، ما کسایی که امروز اون کوتا را شکستاندیم از 25 به طرف 27 رفتیم، یک وظیفه بزرگ در دوش ما هم است که در بخش حکومت افغانستان به خصوص حتی در بخش سفارتخانه ما صدا بلند کنیم که این 25% باید در اینجا منتقل کنیم. انشاءالله ما امیدوار هستیم که تعداد بیشتر خانم های افغان در کشورهای مختلف استفاده شوند و از کشور خود با فخر نمایندگی کنند و برای پیشرفت و ترقی افغانستان بیان بشن. بسیار زیاد تشکر از توجه.